امروز برای شما دوستان و همراهان کانال یکی از اسماء الله عظیم، البته دو اسمی که همیشه شما در مخصوصا کانال بنده زیاد به گوشتون خورده رو انتخاب کردم که البته دریاهای بسیار بزرگی داره و در درگاه‌های غیب بسیار قدرتمند عمل میکنه و یکی از اون دعوت‌های بسیار بسیار ریز و اصطلاحاً در نوع خودش، چون تعداد بسیار زیادی از دعوات عظیم داره، رو انتخاب کردم که برای شما بسیار بسیار بزرگ هست. البته عرض میکنم در نوع خودش. بریم تا در ادامه من این دعوت رو با شما در میون بگذارم و آموزشش رو به شما انشالله بدم. با درود و ارادت و با نام و یاد حضرت یزدان دادار پایدار، عزیزان، دوستان، همراهان و علم آموزان در کانال، هر جا که هستید، در هر کجای دنیا، از هر رنگ و نژاد و تباری که هستید و از هر کشوری، امیدوارم که تنتون به ناز طبیبان نیازمند نباشه، همواره سلامتی و برکت قرین شما باشه، لبهاتون خندان در کنار خانواده محترم و عزیزان و دوستان. بارها این رو توصیه کردم، گفتم برای اینکه دریچه های غیبی براتون سریع‌تر باز بشه و شما به اون نور غیب دست پیدا بکنید، یک فوت کوزه‌گری داره، با اون هم خدمت به بزرگتر، خدمت به موسپید، خدمت به پدر و مادر در خانواده و همچنین کوچکتر هاست. یادتون نره اون غرور کاذب رو در خودتون بشکنید که غرور کاذب متاسفانه معدن انواع بدبختی هاست. عزیزان، قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، از شما درخواست میکنم کانال رو به شدت حمایت کنید با لایک هاتون، با کامنت هاتون، با شیر کلیپ ها در فضاهای مجازی برای دیگر عزیزان، باعث بشید که این کانال قدرتمند بشه و کمک میکنید به بنده تا کلیپ هایی که ما در این کانال ها داریم به دیگر عزیزان توسط الگوریتم یوتیوب معرفی بشه و در قبال آموزش هایی که ما میدیم اینقدر کار از شما برمیاد. در لایک هاتون دریغ نکنید و مطمئن باشید اگر همین ها رو بخواید پول بدید و آموزش بگیرید، باید میلیاردها تومان صرف هزینه بکنید، اما دریغ از یک آموزش به صورت درست و حتی یک اجازه. پس با وجدان خودتون رو راست باشید. بریم سراغ آموزش. و خب همینجور که در تصویر میبینید، ما دو تا اسم داریم اینجا، یا حی و یا قیوم. خب میدونید که من به شما قبلا هم گفتم که من هر چی دارم از آیت الکرسی و خب سوره یاسین هست، ولی در آیت الکرسی چون اجازه من و امضای من هم از خود آیت الکرسی است و این دو اسم یا حی یا قیوم که شما میدونید قیومیت یعنی سرپرستی جمع، یعنی آنچه که ذات حضرت حقه و حی بودن هم که اصلا مطلق حضرت حقه، چون یا در قرآن مجید هست دیگه، میگه که خداوند دانه تو میمیری نه اصطلاحا به وجود میایی، شما لم یلد و لم یولد هستی و حی هستی، حیت مطلقه، یعنی از هرچه که نبوده هستی و هرچه که نیست هستی. این هست که خداوند صفت حی بودن در اون مطلقه و برای هوست هرچه که هست. پس این صفت و این اسما بسیار بسیار قدرتمند هستن. اگر شما بخواید دریاچه عظیم دریاهای بزرگ و اقیانوس‌های بیکران این رو واقعا بخواید کنکاش بکنین، شاید در عمر 100,000 تا آدم هم نرسه واقعا کنکاش کردنش. اما ما امروز یک دعوت رو برای شما میذاریم. اولا که بدونید که در حروف ابجد، عزیزانی که خب دوره مقدماتی ما رو خریداری کردن میدونن اینها، ضمناً عزیزان دوره مقدماتی ما تا 5 روز دیگر با تخفیف ارائه میشه. اینها عزیزان هی سوال میکردن مرتباً با قیمت خیلی کمتر از اون قیمتی که قیمت فروش واقعیش هست. شما وقتی که در حروف ابجد بخواید این رو اصطلاحاً پیدا بکنید، کلمه هی جیمی میشود 8 و میشود 10 میشود 18. ابجد حوز حطی هی حطی میشود 8 و قیوم که میشود قاف 100
11 واو می شود 6 و میم 40 که می شود چه؟ خدمت شما عرض بکنم که 156 کلمه قیوم و این هم می شود 18. حالا ما با این الان کاری نداریم و اصطلاحاً صحبت ما هم به این ختم نمیشه. صحبت ما این هست که دعوتمون چه هست و دعوتمون رو استفاده بکنیم. من منظور این بود که بگم اگر شما این رو بخواد اسمش رو تبدیل بکنید چه میشود اعدادش. دوستان این دعوت یا حی یا قیوم ترکیب میشه با آیت الکرسی، آیت الکرسی و همچنین در آیت الکرسی شما باید یه قسمتی هم سوره یاسین بخونید. حالا این رو به چه صورت هست الان من توضیح بهتون میدم. عزیزان شما میتونید این رو هم در پشت نماز بخونید هم بعد از عشا، که من حالا بعد از عشاش رو بهتون توضیح میدم چون مؤثرتر واقع میشه. شما برای کلمه یا حی و یا قیوم، یا حی و یا قیوم، این رو باید در یک جلسه یعنی بعد از نماز عشا، حالا شرایطش رو میگم فقط عددش رو باید بدونید، 518 مرتبه بگویید. هر 101 مرتبه باید چیزی که من بهتون میگم این رو بخونید. 518 مرتبه باید اصطلاحاً کلمه یا حی یا قیوم میگه، در هر 101 مرتبهش باید 3 مرتبه آیت الکرسی بخونید. آیت الکرسی بخونید. هی دوستان به من نگن این زیاده این کمه. دوستان چیزی در علوم غریبه نیست که یک ثانیه به دست بیاد یا یک دقیقه برید بشین 4 تا یا حی یا قیوم بگید مثلا چشماتون باز بشه و اینها. اینها هر یک در میلیارد هم اتفاق بر هر کس نمیفته. پس این مسائل رو باید بدانید شما برای اینکه بتونید چنج بکنید و اون دریچه اصطلاحا نگاهتون رو پرده برداری بکنید و خرق بشه براتون، باید زحمت بکشید. به این مفتکی ها به کسی چیزی نمیده. اگر اومدید در این کانال یا در کانال هایی که علوم غریبه تدریس میکنند اومدید، از راه برسید صف نونوایس و فکر کنید دوتا سنگک میگیرید میرید، از این راه به هیچ جا نمیرسید. خودتون رو هم خسته نکنید، از کانال خارج بشید و برید پی زندگیتون و زندگی عادیتون رو بکنید و دوربر این مسائل هم تاب نخورید. اینجا به زحمت بکشید. اینجا اگر میخواید کاری بکنید برید کتابهای سکاکی رو بخونید که سکاکی بدبخت چقدر زحمت کشیده، شب و روز نداشته در زندگیش. خب بله به جاهایی هم که خیلی به حال نمیرسن رسیده، زحمت بخواد این راه. خب 3 مرتبه در هر 101 مرتبه که یا حی یا قیوم میگه 3 مرتبه باید آیت الکرسی بخونید و آیه 1 تا 10 سوره یاسین را 3 مرتبه بخونید. 3 مرتبه آیت الکرسی میخونید، 3 مرتبه هم آیه 1 تا 10 سوره یاسین رو میخونید. بعد که اینها رو خوندید اینو در ذهن داشته باشید، حالا بعد برمیگردید در کلیپ میبینید. بعد این رو میگید اللهم یا بار پروردگار را یا ربا، حالا پروردگار را به زبان فارسی هم بگید اشکال نداره دیگه، اون چیزی که خودتون میدانید بگوید، به از دلتون برمیاد بگید. یا حی یا قیوم به حق عظمت که، یا به حق بزرگیت، به حق بزرگیت و به حق اسماء عظیم، یا به حق اسماء بزرگت. خب میتونید بگید به حق بزرگیت و به حق اسماء بزرگت و به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. این رو دیگه باید همین رو بگید، الله لا اله الا هو الحی القیوم، از ملائکه خدام این اسماء عظیم برای من. بارها گفتم که وقتی گفتید من، نام و نام مادرتون رو ذکر بکنید، نام مادرتون رو ذکر بکنید. بعد همنشینی یا آونی یا معاونی قرار بده
دیگه قرار بده اینجا به حقه نمیگید، میگید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تموم شد رفت. این رو که گفتید اون سه مرتبه آیت الکرسی رو میخونید، سه مرتبه هم آیه 1 تا 10 سوره یاسین رو میخونید و این هم سه مرتبه میگید. دوباره شروع میکنید، دوباره 101 مرتبه میگید یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. عزیزان و دوستان سعی بکنید در زمان گفتنتون متمرکز بشید بر جایی مثل مثلا وسط پیشانیتون، یا متمرکز بشید، چون یا حی یا قیوم خیلی زود چشم‌ها رو باز میکنه. این رو من بهتون میگم قدرت عجیبی داره. بعد عرض کردم که حالا یک جایی از امضای من هم مربوط به همین هست، حالا این رو کشف سر نمیکنم زیاد، ولی خب این رو بدانید. در این حال عزیزان و دوستان شما نیاز به جایی دارید که تنها باشید، به خاطر اینکه ممکن هست سر صدا شما رو اذیت بکنه و اون فاز شما رو تغییر بده. بعد در اینجا باید حتما بخور داشته باشید، بخورتون هم کندور و اسپند یا سپند یا سپنج به قول عزیزان دری زبان هست. و لباس عمل دوستان چه هست؟ لباس عمل سفید با شالبند سبز، که گفتم در شالبندتون هم میتونید، در کلیپ های بسیار زیادی این رو گفتم، برید در کلیپ های گذشته نگاه بکنید، کانال رو برید نگاه بکنید آموزش هاش رو. خیلی آموزش ها رو من تو کانال گذاشتم، دوستان هی میان میگن فلان آموزش رو بذار. عزیزان شما اصلا رفتید کانال رو دیدید، اصلا 4 تا آموزش از تو کانال دیدید، از راه میرسید فلان آموزش رو بذار، مثلا میبینید 10 تا آموزش برای روحانیت گذاشتم، باز میان میگید آموزش روحانیت بذار. خب عزیز من برو کانال یه زحمتی بکش نگاهی بکن، 200 تا تو کانال آموزش هست. این همه من زحمت کشیدم پلیلیست رو گفتم درست بکنم، پلیلیستی هست، شما به پلیلیست های مختلف مشخصه دیگه. برای پاکسازی نمیخواد برید 200 کلیپ رو ببینید کدوم پاکسازیه، میرید سراغ پلیلیست پاکسازی ها، برای بخورات، برای خدمت شما ختوم، برای دعوات، هر کدوم چیز داره، پلیلیست داره، برید زحمت بکشید. کسی که میخواد آموزش ببینه باید تلاش بکنه. و یادتون نره شما میتونید در این شالبند سبز همونجوری در کلیپ های گذشته گفتم میتونید آیه کشف رو بنویسید و بعد پیشانیتون ببندید. و این ختم دوستان گرامی چند روز هست؟ این ختم 21 تا 40 روزه است، میتونید 21 روزه انجام بدید و بهتر هست که 40 روزه انجام بدید. یک مسئله دیگه هم که نباید یادتون بره و بسیار بسیار باید ذهنتون رو بر اون چیز بکنید، مخصوص خانم ها، خانم های عزیز، خانم های گرامی، نباید پریود شوید. متوجه شدید؟ باید جلوگیری بکنید دیگه. حالا هر جور میتونید خودتون استاپ بکنید این کار رو، و میخواد ختم 21 روزه رو بردارید انجام بدید. ولی دوستان بارها گفتم بازم تکرار میکنم که علوم غریبه درش پای گذاشتن سختی داره، مشقت داره، بیخوابی داره، اذیت شدن داره، ولی بسیار بسیار شیرینه. در زمانی به چیزی میرسید که براتون اصلا مخیلتون نمی گنجه. پس یادتون نره عزیزان، اینجا صف نونوایی نیست، اینجا صف ماست نیست بیاد یک کاسه ماست بگیرید برید، اینجا جاییست که باید زحمت بکشید و نسبت به اون چیزی که زحمت میکشید صبر، بعد از صبر هم شیرینی قدرت، قدرت الهی رو میبینید که درهای عظمت براتون باز میشه. وقتی دعا میکنید خداوند مستجاب میکنه دعای شما رو، دست بلند میکنید در ایران، در آمریکا میبینید مریضتون از جا بلند میشه، و این قدرت حق هست که باید تسلیم او باشید. یادتون نره عزیزان. و منتهای یه چیز را من اشاره بکنم، از شب 8 به بعد عزیزان منتظر باشن، چه در رویاشون چه در بیداریشون، نورهایی رو ببینن و یا در رویاشون با عزیزان ملاقات بکنن. که یادتون نره عزیزان اگر اینجا نشستید برای تحسین اسراف حتما اینها را انجام بدید، حتما تحسین اسراف انجام بدید. خط مندل باشد عالی است، یادتون نره. نشستید اینجا جلوتون ظاهر میشن، هی میچرخن ظاهر میشن، یادتون نره تا زمانی که ختمتون تمام نشده به هیچی توجه نمیکنید، صدا کردن توجه نمیکنید. مبادا بیاد یه موقع جواب بدید و به شما بگه حالا دستتو بیار از مندل بیرون، مثلا بهت لوح بدم، بهت چه میدم سنگ بدم، بهت نشانه عهد بدم، بعد خدای نکرده اون موقع بیچارتون بکنه. این کار رو پس نکنید. تحسین اسراف 100%
و فکر اول سلامتی خودتون باشید. من هم برای شما دعا میکنم کلیپ رو، کانال رو و کانال های ما رو حمایت بکنید عزیزان، با لایک هاتون، با کامنت هاتون، با شیر کلیپ ها و با سابسکرایب هاتون باعث میشید که ما هم انرژی بگیریم و یوتیوب ما رو هم کمک بکنه و کانال های ما رو برای بزرگتر شدن، و شما هم با این راه آسان و رایگان به ما کمک بزرگی میتونید بکنید. تا برنامه و آموزش دیگر شما رو به دادار پایدار میسپارم. دادار پایدار یارو یاورتان.